الرحمن الرحیم. این گزارش بیش از 10 وزارت سکتور اقتصادی حکومت وحدت ملی را پوشش می‌دهد. در این میان بران وزارت هایی که مقام های کلیدی آنها را سرپرستان به پیش می‌برند تمرکز شدند. وزارت کار امور اجتماعی با 3 معین سرپرست در صدر این وزارت است و پس از آن وزارت زراعت با 2 معین و 10 رئیس سرپرست می آید. وزارت انرژی و آب جایگاه سوم را دارد، اما این وزارت بیشترین سرپرست را در ریاستهایش دارست و این شمار به 17 می رسد. وزارت شهرسازی با 1 معین و 14 رئیس سرپرست و وزارت انکشاف دهات با 1 معین و 2 رئیس سرپرست در رده های 4 و 5 هستند. رده های 6 تا 8 را هم وزارت های تجارت، ترانسپورت و اقتصاد گرفتند. معینیت مالی وزارت تجارت، 2 ریاست در وزارت ترانسپورت و 2 ریاست در وزارت اقتصاد کرسی های استند که در این نهادهای دولتی از سوی سرپرستان اداره می شوند. 19 بستر جدیدن امتحان CBR گرفتیم و این 19 بست کارهای امتحان از اونا امتحانات تحریری و تقریری به پایان رسیده و امیدوارم که بتونیم در ظرف 2 تا 3 هفته این بستا رو هم تمام کنیم. کندی کار در نهادهایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند با اندک بودن صلاحیت ها و نیز پاسخگو نبودن این سرپرستان از انتقادهای جدی استند که حکومت وحدت ملی از بر آنچه که ادامه سرپرستی ها در این حکومت گفته می شود با آنها روبرو بوده است. حکومت پر 4 و 5 گروپونو برای جمهور در افغانستان مسیره کردی. هر گروپ کوشش کوي چې خپل سړی په زور باندې وساتي او په همدغه دلایل چې په دې وجه باندې سرپرست پاتې دي. در این میان کمیسیون اصلاحات اداری از تلاش‌ها برای برقابت گذاشتن کرسی‌های نهادهای دولتی و نیز پایان بخشیدن به روند سرپرستی‌ها در این نهادها تأخیر سال روان میلادی سخن می‌گوید. تلاش‌هایی که به گفته این کمیسیون از وزارت مالی آغاز شده‌اند. پلان استخدام حدود 55 بست اول و دوم که شامل ریاست‌های عمومی وزارت مالی میشه، یک تعدادشان و ریاست‌های عادیشان است و می ترتیب بستای دویشان است، این را حاصل کردیم. در جمله از این بستا حدود 300 بست اضافگی دگام است که اونا بستای 3 و 4 وزارت محترم مالی هستند. حکومت وحدت ملی به 4 سالگیش نزدیک می شود، اما این انتقاد همچنان پابرجاست که در این مدت حتی برای زمان کوتاهی هم کابینه این حکومت به گونه کامل از سوی وزیران اداره نشده است.